سرخط مهمترین های امروز. متهم شدن دوباره پاکستان به دخیل بودن در جنگ افغانستان. ریاست جمهوری باور دارد که حلقه رهبری طالبان از هم پاشیده است. مکملا مدیریت جنگ خود گروه های طالبان در دست ندارد. مدیریت جنگ به نیابتشان، بادارایشان انجام می‌دهد. حمله گسترده طالبان به هدف سقوط دادن مرکز ولایت هلمند. طالبان مسلح به نزدیکی های مقر ولایت رسیده بودند. یه پستی تراغلی و در پستی نیولی به پروغ و برابر من داشت را دخلسی و پتنگان نمارد. ملا هیبت الله و مأموریت پیش از رهبری گروه طالبان. مسجدهای بلوچستان پاکستان تدریسگاه آشکار رهبر کنونی طالبان بود. امضای قرارداد شهرک های تازه. تا 200 میلیون دلار سرمایه گذاری می شود و تا 110 هزار نفر هم صاحب کار. Are the 33,000 emails that you deleted? و دومین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آیا کلینتون و ترامپ در پرداختن به مسائل شخصیشان اضافه روی می کنند؟ به نام خدا، سلام بر شما. به مهمترین ها از یک در عصر دوشنبه با من رفیق اجمل خوش آمدید. طالبان در حمله هایشان شکست خوردند. سخنگوی رئیس جمهور غنی با بیان این مطلب میگوید طالبان هم‌اکنون رهبری واحد ندارند و حامیانشان از پاکستان این جنگ را به نیابت از این گروه به پیش میبرند. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید طالبان در بسیاری خانه های مردم در شهر قندوز ماین ضد پرسونل جاگذاری کردند. قیام نوری گزارش میدهد. گسترش خشونت ها برای زیر سایه گرفتن دستاورد ها. حکومت افغانستان علت افزایش جنگ ها را از سوی طالبان تلاش این گروه برای بی‌اعتبار ساختن دستاورد های اقتصادی و سیاسی حکومت عنوان می کند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید طالبان هم اکنون جنگ را مدیریت نمی کنند، بل حامیانشان این جنگ را به پیش می برند. اینا از حامیان بیرونی خود حمایت می شن، هم به صورت مشوره دهی متخصصین نظامی بیرونی و هم برشان تجهیز میشن از لحاظ نظامی و مالی. مکملا مدیریت جنگ خود گروه های طالبان در دست نداره. مدیریت جنگ به نیابتشان، بادارایشان انجام میده. به گفته چخانسوری، کمک رسانی به بیجاشده های جنگ های اخیر از اولویت های حکومت است و کمک های بشردوستانه به این بیجاشده ها فرستاده شده است. به وزارت امور مالیه و ریاست عمومی اداره امور و اداره مستقل ارگانهای محل هدایت داده شد تا با هماهنگی امرای والی صاحبای که ولایت‌های شناسی پذیر است و ما شما بیجا شدگان جنگی در اونجا داریم به ارزونا رسیدگی شد و کمک‌های بشردوستانه و کمک‌هایی که هموطن ما شما اونجا لازم داره برشان برسه و یک مقدار پول اضافه برشان اختصاص داده شد. هم اکنون تنها 3000 تن به علت جنگ های شدید از کندوز به بلخ مهاجر شدند. همزمان با این سخنگوی وزارت داخله می گوید طالبان در کندوز هفته پرتلفاتی داشتند. پیشرفت در ولایت کندوز بسیار خوب است. این لیست 22 نفر از سرگروپا و قماندان های طالبا هست که در شهر کندوز آمده بودند، به شمول قاری شمس‌الدین که والی نامنهاد تخار به ولایت کندوز در شهر کندوز بر جنگ آمده بود. اینا همشان در یک هفته گذشته از دوشنبه گذشته تا به حال از بین رفتن. وضعیت امنیتی در فرار نیز رو به بهبود است و نیروهای امنیتی ضد حمله هایشان را در آنجا آغاز کردند. ضد حمله نیروهای امنیتی ادامه داره. مردم فرار هم مطمئن باشه که نیروهایی که در فرار هستند اونا توانایی و قدرت ضد حمله و پاسخ به حمله های طالبان را دارند. از تمام قدرت خود کار خواهند گرفت که طالب از بین بره و دشمن دوجا شکست بخوره. همزمان با این وزارت دفاع کشور میگوید طالبان در خانه های مردم در کندوز ماین های ضد پرسنل جاگذاری کردند که عملیات پاکسازی را سخت به کندی روبرو کرده است. ما کشف کردیم که ماین های ضد وسایط جابجا کردند. توسط ریموت هم خانه را پراندند، سوختاندند و هم پرسنل ما را شهید ساختند. پیشتر رئیس جمهور غنی گفته بود نزدیکی افغانستان با هند، دستاورد کلان حکومت در نشست بروکسل و رسیدن حکومت به توافق صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار علت هایی است که طالبان در واکنش حمله هایشان را در بخش های مختلف از جمله هلمند، اروزگان، فراک، کندوز و بغلان افزایش دادند.
نبود هماهنگی در سطح رهبری نیروهای امنیتی سبب از دست دادن مناطق تصفیه شده در قندوز شده است. همکارم اعمال روستایی در قندوز از زبان نیروهای ویژه ارتش میگوید که پس از پاکسازی مناطقی در این ولایت نیروهای اضافی برای نگهداری آن وجود ندارد. از این رو این ساحات پس از اندک زمان دوباره به تصرف طالبان در میآید. همزمان نظامیان کشور در روزهای پسین توانستند بخشهایی از شهر قندوز را از وجود طالبان پاکسازی کنند. پس از پاکاری چهارراهی سینما، نیروهای ویژه ارتش توانستند که خود را به قسمت‌های از آخوندزاده برسانند و در این قسمت‌ها طالبان ماین فرش کرده بودند و از اینجا نیروهای امنیتی را از او قسمت هدف قرار می‌دادند. ولی این جایش خوب از اونجا که اینا ترکش کردند، جای تارت مردم است و مهمات و بکسار اونجا چی کرده بودند. دوم بعضی استقامت این مسجد داخل شدند و اینا اینجا مکمل ماین ساختند. مهمات کلش را در این استقامت آورده بودند. از این همی جمعی چهار شو پنج شو از سر مردم بزور نان و آوی که می آورد این همی جمعی خوردند تا سر مسجد هم مهمات و پوچکش کلش و ساحه ماینسازیش ماینگزاری را از این همی جمعی می ساختند و اینا دمی گلایی مکمل تا بندر خانباد یک استقامت دمی جمعی نیچی می شد. بیشتر عملیات ها در داخل شهر از سوی نیروهای ویژه ارتش و قطعات پلیس و همچنان چرخبال های ائتلاف صورت می گیره و اینان حالا که این قسمت ها را گرفتند، انتظار این نیروهای ویژه ارتش این است که بتانند نیروهای تازه نفس اینجا را بگیره و اینا بتونن که به پیشترها بروند. اما در 8 روز گذشته این یکی از عمده‌ترین چالش صد رای این نیروها بوده. این یکانا مشکل ما اینجایی است که نیروهای مسئول پلیس، امنیت ملی، اردو ملی نمیان ساحه را اشغال کنند. مشکل دمی است که ما زمینگیر میشیم و عملیات به کندی پیش میده. عملیات کماندویی اجرا میشه، اونها را جای شفر کنند. در 7 روز گذشته نیروهای امنیتی پس از پاکاری چوک آمدن به طرف چهارراهی سینما و حالا هم نیروهای ویژه ارتش امشب توانستند که خط دشمن که در اینجا ماین فرش کرده بودند و از اینجا سنگر گرفتن در قسمت آخوندزاده بشکنن و نیروهای امنیتی در اینجا حالا سنگر گرفتن و میخواهیم که از این طرف به طرف قسمت‌های از خان‌آباد بروند. در حال حاضر هم در خانه ها مردم جابجا هستند و برخی ها که توان داشتن از خانه هایشان بیرون شدند و به جای دیگر پناه بردند. اماد روستایی، تلویزیون یک، شهر قندوز. اماد روستایی همکارم را از شهر قندوز تا لحظات دیگر با خود خواهیم داشت. ما به گزارش میپردازیم این که از سوی هم رئیس جمهور غنی میگوید تا زمانی که اصلاحات بنیادی در نظام سیاسی و امنیتی ایجاد نشود، امنیت در کشور تامین نخواهد شد. رئیس جمهور غنی همچنان بر کوتاه کردن دست مداخله‌گران از نهادهای امنیتی تاکید دارد و بی‌کفایتی حکومت‌های محلی و فرماندهان جنگ را عامل اصلی افزایش نبردها در کشور می‌داند. با این هم برخی باشندگان کابل با آنکه از افزایش نبردها در کشور نگرانند، اما گفته‌های رئیس جمهور را شعار بیش نمی‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش از محمد غازی رسولی. دست کم 10 روز است که نبردهای سنگین در بسیاری از بخش‌های کشور شدت گرفته است. در شمال کشور ولایت‌های بغلان و کندوز، در جنوب ولایت‌های هلمند و اروزگان و در غرب هم ولایت فراه چند روز است که با چالش‌های جدی امنیتی روبرو شده است. اما رئیس جمهور غنی روز پسین علت افزایش نبردها را این گونه فشرده کرد. بخش عمده مشکلاتی که در دو سال گذشته در کندوز، هلمند و اروزگان و سایر نواحی کشور اتفاق افتاده است، از این جهت نبوده است که سربازان و افسران ما توانه مقابله با دشمن را نداشتند، بلکه به علت سپردن وظایف مهم به کسانی بوده است که از شایستگی مسلکی برخوردار نبوده و با ملاحظات غیر مسلکی در آن مناسب گماشته شده بوده. فشار آوردن بر مسئولین برای تعیین افراد نالایق در مناصب نظامی از علل عمده تلفات نظامی و ملکی بوده است. آقای غنی همچنان بر توقف مداخله سیاسیون در مقرری های نهادهای امنیتی تاکید دارد و میگوید بدون اصلاحات دست یافتن به صلح پایدار ناممکن است. توقع من از قشر سیاسی کشور این است که به خاطر این وطن و شرایط سرنوشت ساز آن در روند اصلاحات
همکارشان و نگذارند که با اولویت دادن به منافع جناحی و گروهی این فرصت مهم تاریخی از دست این ملت برود. از سوی هم آگاهان نظامی از اعلام مبارزه رئیس جمهور در برابر فرهنگ واسطه در نهادهای امنیتی استقبال میکنند. یقین است کسی که با واسطه مقرر میشه خدمای ما تحت از اون نسبت به علمش و نسبت به تجربهش و تحرک و صداقت و اینجا شک داره. وقتی که شما بالای آمرتان مشکوک باشین به هیچ صورت تحت قمانده از اون نمیخواین خدا بکشین. پس وضعیت جنگ افغانستان چگونه خواهد شد؟ خب یکی برنامه اصلاحات گرفتن سر از این قضیه اقدام میکنن یک گام مثبت است. اما دید باشندگان کابل در پیوند به گفته های رئیس جمهور چیست؟ زمانی که رئیس جمهور اینچنون گلایه را میکنه باید در عمل پیاده بکنه. من حیث یک فرد درجه یک ملت صلاحیت اجرایی داره و به این کارایش شعار نده باید عمل بکنه. حال تا تبعیض ده پا قندوز پهلون که تبعیض ده دخل کمان که تبرقه ده مشکلات ده باید دوی صحیح اقدامش. با بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور ظاهرا فاصله میان حکومت و مردم بیشتر شده و ناامیدی نسبت به آینده افزایش یافته است. از سوی هم برخی باشنده های هلمند، قندوز و اروزگان دولت را به ناکارایی در زمینه تامین امنیت ولایت هایشان متهم می کنند و از این وضعیت سخت انتقاد دارند. این فعالان مدنی می گویند ناکامی حکومت وحدت ملی در مدیریت جنگ سبب کشته و زخمی شدن صدها تن در کشور شده است و تاکنون حکومت هیچ اقدامی را برای رسیدگی به مشکلات مردم انجام نداده است. آنان خواهان اقدامات جدی حکومت برای تامین امنیت در ولایت هایشانند. نرگس هورخش گزارش می دهد. جنگ ولایات، فریاد در کابل. باشنده های کندوز، هلمند، اروزگان و فرا از چندین روز بدین سو در میان دود و بارود نفس می کشند. دار و ندارشان را از دست دادند و به ولایت های دیگر آواره شدند. فلان جامعه مدنی اینجا از حکومت از بابت مشکلات امنیتی در ولایت ها سخت انتقاد می کنند. هیچ گونه کمکی که در واقع بتونه رفع مشکل بکنه و به اینا رسیدگی بکنه وجود ندارد. تعداد زیادشان اطفالشان مریض است، سرپناه ندارد، آب و غذا ندارد. بیجا شدگان کندوز در وضعیت بسیار ناگوار قرار دارد. میگویند رهبران حکومت باید برای مهار فاجعه انسانی در ولایت کندوز و شمار از ولایت های دیگر دست به کار شود و مشکلات سیاسی را کنار بگذارد. در سطح رهبری حکومت وحدت ملی اختلافات سیاسی تبدیل به همکاری سیاسی در بین رهبرا شود تا اثرات مثبتی از او و در سایر نهادهای متعلق به هر دو تیمی که حکومت وحدت ملی را تشکیل کردن به شمول نهادهای امنیتی که بین دو تیم تقسیم شده اثرات مثبت خود بگذاره. در سوی دیگر فعالان مدنی ولایت های کندوز، هلمند و اروزگان از نقض صریح حقوق بشری در ولایت هایشان خبر می دهند، به ویژه در جنگ کندوز. که حکومت در مدیریت جنگ ناکام هست. اکمال درست از نیروهای امنیتی صورت نمی گیره. افرادی که شایسته است در سکتور امنیتی مقرر نمیشه. افرادی که مسلکی هست در این مسئله دسترسی ندارن و در حقیقت در جایی که باید استخدام میشه استخدام نمیشه. د کندوز زیربناوی له منځه تللی دی. د کندوز د برېښنا ریاست چې هلته ډېر زیات وسایل و چې حتی د روسانو د زمانې څخه پاتې وو هغه ټول وسوځېدل. عامه شتمني ټوله وسوځېدله. په ښار کې چې کوم مارکیټونه و جوړ شوي وو هغه ټول په اور کې لمبه شول. نور هم داسې عامه ځایونو ته اور ورته شو وسوځېدل، چور شو، تالا شو. باورهای هم وجود دارد که افزایش درگیری ها در شمار از ولایت ها و نبود امکانات زندگی زمینه را برای پیوستن مردم با طالبان بیشتر می سازد. په 15 کاله کې چې موږ په ګڼو ولسوالیو کې د 12 ټولګي فارغ ونه لرو دا په لوی لاس د طالب سپپو ته همدغه ځوانان هڅول دي او د جګړې ډیروالی دی. 8 روز از درگیری ها در ولایت کندوز و شمار از ولایت های دیگر می گذرد و تا کنون هم پیشرفت آنچنانی در زمینه نابود کردن هراس افغانان صورت نگرفته است و ظاهراً روزنه‌ای برای بیرون رفت از این بحران هم دیده نمی‌شود. حمله های گروهی طالبان بر بخش‌های از حوزه دوم امنیتی شهر لشکرگاه عقب زده شد. پیش از چاشت امروز گروه از طالبان از ساحه مختار حوزه دوم امنیتی به سوی مرکز لشکرگاه پیشروی کردند، اما نظامیان کشور جلو پیشروی آنان را گرفتند. در همین حال سربازان پلیس ملی میگویند پس از آن که طالبان با استفاده از تانک‌های هاموی بر پاسگاه‌های آنان هجوم آوردند،
مجبور شدند از پاسگاه هایشان عقب نشینی کنند. پنجاب کلا پوستمونی ولا برترال د پیرسوس کلا پوستمونی ولا کشتی استقامت دی را وتر د کشتی استقامت د کشتی من کومله دغه ساحه ټول د مختار او مختار ساحه د ماجرین ساحه د دشمن پلاس کی او هغه برته د افغان ملیان نتیز وکو ولاست. بجو شدگان شهر قندوز به گونه رایگان به تخار و دیگر ولایت ها انتقال داده می شوند. مسئولان برخی شرکت های ترانسپورتی می گویند که برای انتقال قندوزیان فقیر شماری از موترها مشخص شده تا آنان را به تخار، مزار و کابل به گونه رایگان انتقال دهند. پیش از این باشنده های قندوز از افزایش سرسام آور کرایه موترهای مسافربری شکایت داشتند. تعمیم شهر گزارش می دهد. هجوم طالبان به شهر قندوز باشندگان این شهر را مجبور ساخت خانه و کاشانه ایشان را ترک و به ولایت های همجوار سفر کنند. شرکت های ترانسپورتی اینجا جمع شدند و گزارش ها در مورد افزایش کرایه موترهای باربری را رد می کنند. حتی تاکید دارند که بیجا شدگانی که توان پرداخت کرایه را ندارند به گونه رایگان انتقال داده خواهند شد. به شکل منظم اینا رفت آمد میکنن، هیچ نوع مشکل ندارن و کرایه‌ای که هست تثبیت شده از طرف وزارت، اونا اون کرایه را میگیرن و کسایی که مستحق هستن، متضرر هستن، یعنی توان پرداخت کرایه را ندارن، شرکت ها آمادگی خود نشان داده به شکل رایگان اینا را انتقال میدن. بلند بودن کرایه موتر درد کندوزیان بیجا شده را جدی تر ساخت، اما شرکت های ترانسپورتی می گویند که هیچگاه کرایه‌شان را بلند نساخته و در روز درگیری در شهر قندوز مردم را از راه های فری به تخار انتقال داده است. ما حتی مهاجرین محترمه که از خانه های خود به جای شده بودند، تعداد زیادی که پول انتقال در جیب خود نداشتند، به صورت رایگان به ولایت تخار، به ولایت کابل و به ولایت بلخ انتقال دادیم. همچنان شب گذشته از به هدایت والی صاحب ولایت تخار ما 12 واسطه مسافربری را در اختیارشان قرار دادیم که اونا را مهاجرین از چوک ولایت تخار به فرخار انتقال دادند. پیش از این مردم قندوز برخلاف شرکت ها و مسئولان دولتی از بلند بودن کرایه موتر شکایت داشتند. نه تنها کرایه موتر بل بهای مواد غذایی نیز در قندوز همزمان با آغاز درگیری افزایش یافته است. هرچند بسیاری دکان ها در شهر بسته شدند و مردم به قلت مواد غذایی روبرو شدند. ملا هیبت الله رهبر طالبان در مسجدهای ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان به گونه آشکار و تبلیغ و تدریس پرداخته است. بر بنیاد گزارش رویترز، رهبر کنونی طالبان پیش از آن که رهبری این گروه را بر دوش بگیرد، سالها در مسجد در شهر کویته ایالت بلوچستان به گونه آشکار دانش آموزان را تدریس کرده و برایشان ماهانه $100 آمریکایی هم معاش می پرداخته است. وزارت خارجه با تایید این گزارش می گوید حکومت افغانستان بارها با ارائه سندهای موثق از حکومت پاکستان خواسته که دست از حمایت هراس افغانان بردارد، اما پاکستان هیچگاه صادقانه عمل نکرده است. طارق صاحب. افشاگری تازه خبرگزاری رویترز. این خبرگزاری گزارشی را به نشر رسانده که بر بنیاد آن ملا هیبت الله رهبر کنونی طالبان افغان پیش از آن که رهبری این گروه را به دوش بگیرد بیش از 10 سال در مسجد الحج در منطقه کوچلک شهر کویته ایالات بلوچستان به گونه آشکار دانش آموزان را تدریس میکرده و $100 آمریکایی هم ماهانه برایشان پرداخت میکرده است. امام فعلی این مسجد در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که پس از آن که ملا هیبت الله رهبری طالبان را به دوش گرفت، این مسجد را ترک کرد و فقط گاه گاهی به این مسجد می آید. ملا هیبت الله می خواهد هم رهبری طالبان و هم مسئولیت تدریس شاگردان را داشته باشد. این برای همه دانش آموزان مدرسه خطرناک است و هیچ کس موافق به بودن او در مدرسه نیستند. در همین حال وزارت خارجه وجود رهبران طالبان در پاکستان را حرف تازه نمی‌داند و تاکید دارد که بارها از سوی حکومت افغانستان سندهای موثق به حکومت پاکستان ارائه شده، اما پاکستان درباره هراس افغانی دید دوگانه دارد. این حقیقت را بالایش جمهوری اسلامی افغانستان همیشه تاکید داشته و در گذشته بارها معلومات بسیار موثق در رابطه با حضور رهبران این گروه های توریستی در آن سوی خط دیورند و همچنان موجودیت پناهگاه های امنشان و
مراکز آموزش، تجهیز و تمویلشان با جانب پاکستان شریک ساخته. این وزارت از واکنش کشورهای منطقه برای تحریم نشست سارک استقبال میکند و از کشورهای جهان نیز میخواهد که بر پاکستان برای مبارزه با هراس افغانی فشار بیشتر بیاورند. ما امیدواریم حالا با برداشته شدن هرچی بیشتر پرده از این واقعیت، این اجماع تقویت بیشتر شود روی ضرورت فشار آوردن بالای پاکستان و وارد ساختن آن کشور با مبارزه جدی و صادقانه در برابر تروریسم. سفارت پاکستان در کابل به تماس‌های پی در پی ما پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد در یک تماس تلفنی حضور ملا هیبت الله در پاکستان را پس از سقوط نظام طالبان رد می‌کند. به باور آگاهان حمایت پاکستان از هراس افغانی سبب شده که این کشور بیشتر منزوی شود، و اما ظاهرا فشارهای موجود بسنده نبوده و هراس افغانان هنوز آزادانه به فعالیت‌هایشان در این کشور ادامه می‌دهند. قرارداد ایجاد شهرک‌های رهایشی و صنعتی برای قالین بافان امروز به امضا رسید. در این قرارداد که میان وزارت‌های تجارت و شهرسازی، اتحادیه قالین بافان و اداره مستقل اراضی کشور با حضور رئیس جمهور غنی امضا شد، 180 تا 200 میلیون دلار آمریکایی روی شهرک رهایشی و صنعتی قالین سرمایه‌گذاری می‌شود. با عملی شدن این پروژه که قرار است 9000 جریب زمین در چندین ولایت در اختیار قالین بافان قرار گیرد، برای 110 هزار تن به گونه مستقیم و برای 1.5 میلیون تن دیگر به گونه غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد که یک بخش آن را پناهجویان بازگشته از کشورهای همسایه و یک بخش بزرگش را زنان تشکیل می‌دهد. اهداف این قرارداد عبارت است ایجاد سهولت‌های لازم و دسترسی سکتور خصوصی به زمین‌های بکر دولتی غرض رشد و حمایت صنعت داخلی و سکتور خصوصی می‌باشد. دوم، استفاده مؤثر از زمین‌های بکر دولتی، ایجاد کار، دسترسی به زمین دولتی برای صنعتکاران داخلی مثل دست‌بافت. به این ترتیب می‌رسیم به پایان مهم‌ترین‌های امروز. ممنون از همراهیتان. خدا نگهدار.